بسیار من بر همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمندم، هر جا هستید و سرگرم به هر کاری که هستید، انشالله که بسیار خوب و خوش و سرحال و سلامت باشید و با ما هم باشید. گفتنی های ما شنیدنی. از به حضورتون که این اصطلاح گفتنی های ما شنیدنی است رو یک باره یادم افتاد که من از چه سالی داشتم در برنامه هام از ایران و سال 1356. با ما باشید، گفتنی های ما شنیدنی است. امیدوارم که اینطور بوده باشه. عرض کنم حضورتون که امروز آقای نوبخت، معاون آقای رئیس جمهور ایران، سه تا بودجه رو برای مجلس گفت ما آماده کردیم که ارائه بدیم، یعنی برای سال 1393 دولت ایران سه بودجه تهیه کرده، یکی در شرایط بد، بودجه در شرایط بد، یکی بودجه در شرایط متوسط و یکی در شرایط خوب مناسب. حالا این بودجه های سگانه چراست؟ برای اینکه گفته اگر ما در این مذاکرات هسته‌ای به توافق نهایی مثبت برسیم و همه تحریم ها برداشته بشه، ما در شرایط خوب بودجه‌مون اینه. اگر برداشته نشه و بعضی تحریم ها برداشته بشه، بودجه‌مون بر اساس اینه و اگه بد باشه بر اساس این. همچین چیزی شنیده بودیم تا به حال؟ من نشنیده بودم. و ایشون گفتند که خاطرتون باشه سالهای گذشته در زبان آقای احمدی نژاد بودجه بندی بر اساس نفت بشکه 104 دلار بود. حالا ما ناچاریم که این نفت رو زیر 100 در نظر بگیریم. البته نگفتن ایشون که این 100 چقدر زیر 100ه. متخصصین پیشبینی میکنن که نه 90 دلار و نه 95-6 دلار. بعد یعنی خودشون، این ساعت نظران خودشون گفتن بودجه رو باید بر اساس 75 تا 80 دلار هر بشکه حساب کرد. خب اینو هفته پیش خدمتتون عرض کردم که چه دورنمایی ما از ایران میبینیم با توجه به اینکه تقاضای نفت در دنیا کاهش یافته و امریکا دیگه مشتری نفت و گاز ایران نیست، بلکه خودش اینک صادر کننده است، و اروپا همینطور، و کشورهای آسیایی، چین و ژاپن و کره شمالی و اینها مشتری های ایران هستن که هر کدومشون با مشکلات عدیدهی روبرو هستند. و به نظر می رسد که مثلا ژاپن، گفتیم که اگر این تأسیسات هسته‌ای که در سونامی آسیب دیده رو دوباره دارن روبراه می کنن به کار بیاندازن، دیگه باز به این اندازه که الان نفت می گیرن از جمهوری اسلامی نخواهند گرفت. از دارم که مذاکرات وین بدون نتیجه پایان یافت. مذاکرات وین چی بود؟ مذاکرات سه نفره بود بین آقای جان کری، خانم اشتون و عرض کنم که نماینده ایران آقای جواد ظریف، و هیچ فایده این مذاکرات نداد. آقای جان بیدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، اخیراً یک سخنرانی کرده برای گروهی از
سرمایه داران و شخصیت های یهودی. خب میدونین که این یهودی ها قدرت بزرگی در دنیا هستن و در همین آمریکا، در واقع کنگره آمریکا خیلی نفوذ دارن. حالا نمیگم در دست اونهاست، ولی در کنگره آمریکا خیلی نفوذ دارن. چند سال پیش که آقای نتانیاهو اومده بود به کنگره و سخنرانی میکرد، جوونم حدود 20 بار براش بلند شدن و دست دادن. به هر حال یهودی ها صرف نظر از اینکه چه ملیتی دارن، یعنی یهودی آمریکایی، یهودی فیلیپینی، یهودی اندونزی، یهودی استرالیا، همه در درجه اول خودشون رو یهودی میدونن و به دولت اسرائیل خیلی کمک میکنن و هواشو خیلی دارن. حالا این آقای معاون رئیس جمهور که برای اینا سخنرانی میکرد، خیلی محکم و قاطع گفت من به شما قول میدم یک چیزی رو، و این 42 سال سابقه سیاسی خودم به گروه این حرفم میگذارم که ما هرگز اجازه نخواهیم داد که ایران صاحب بمب اتم بشه. نقطه تمام. فهمیدین؟ نقطه تمام. تمام تمام تمام. تأکید مکرر کرد که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. ولی مثل این که جمهوری اسلامی این بیانات و این حرف ها رو هنوز شوخی میگیره، میگه ولشون کنین اینا، یه چیزایی میگن خودشون خوششون بیاد، اما اینطور نیست. پیش از این هم خدمت مرد کردم، امریکایی ها به هیچ وجه نظریه خودشونو و جایگاه و پایگاه خودشونو در این مذاکرات و قصد و هدفشون رو فراموش نکردن. تنها چیزی که من نگرانشم و ما همه نگرانشیم که در این مذاکرات بالاخره ملحوظ نشه و روش معامله کنن و ازش بگذرن، مسئله حقوق بشر در ایرانه. بقیه چیزها رو محاله که بگذرن. حقوق بشر هم از این لحاظ که مردم ایران که برای اینها ارزشی ندارن. حالا تا زمانی که بشود با این آتو، با این کارت حقوق بشر بازی کرد، بازی میکنن. تا وقتی که بشود به این اسم جمهوری اسلامی رو زیر فشار گذاشت، میگذارن. و اونها هم که قربونشون برن، دائم یک بندی به آب میدن که مدارکی برای این مطلب وجود داشته باشه، مثل همین قضیه اسید پاشی اصفهان، مثل این زندانیان زندانی کردن مختلف آدمای مختلف از روزنامه‌نگار و همه آدما، مثل همه کارایی که میکنن، هر روز یه داتوری دست این غرب به قول خودشون میده که سرکوب کنن، تضعیف کنن موضع جمهوری اسلامی رو. ولی این یکی مطلبی است که سرش ممکنه کوتاه بیاد، بگن خب دیگه شما به این ملت حالا هر کاری میخواییم بکنیم بریم بکنید، همینطور که پادشاه عربستان سعودی به ملت خودش داره میکنه، ولی بعض چیزهای دیگر رو ممکن نیست ببخشد، از جمله این که محال است، محال است، محال است که بگذارن ایران دارای بمب اتمی بشه. حالا رئیس جمهور فرانسه هم در این زمینه هفته پیش گفت که بابا ایران که میگه ما میخوایم از انرژی هسته‌ای استفاده کنیم، حقشه، باید استفاده کنه. بله باید استفاده از انرژی هسته‌ای بکنه، ولی سلاح هسته‌ای نه نه نه. موزه این موزه در واقع اتحادیه اروپاست. خانم کاترین شتون زمان به اصطلاح خدمتش به عنوان سرپرست امور خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسیده، ولی در این مذاکرات همچنان حضور داره، برای که از اولش هم بوده و تا آخرش که قراره که 24 نوامبر باشه، یعنی هفته آینده، هم خواهد بود و نهایت کوششش رو هم خواهد کرد، ولی معلوم نیست به جای برسه. عرض کنم که
در مسقط هم آقای جواد ظریف با کاترین شتون و همینطور آقای جان کری وارد مذاکره شدن و همینطور که شنیدید این مذاکرات هم به جایی نرسیده. مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه و چرا پشت درهای بسته؟ برای اینکه مطالبی هست که نمیخوان هنوز برملا بشه، یک وقتی برملا خواهد شد. بنده قبلا خدمتتون عرض کردم که از شواهد و اخبار گوناگون از بین اخبار آدم این استنباطها رو میکنه. استنباط من این است که اینها حرف حسابشون فقط سلاح هسته‌ای نداشتن ایران نیست، چون اون رو ایران تمکین کرده، گفته خیلی به 5% راضی شده، اونم تازه بازم کاهشش میدن و در حال چیزی مقداری که اورانیوم تقنی میکنه چیزی نیست که به درد سلاح هسته‌ایش بخوره و اینو قبول کرد. حالا یه مش بازیای کوچیکی ورو و شرکنتای میکنه ولی این عصر رو قبول کرده و میدونه که اینا هم اجازه نمیدن، یعنی دنیا اجازه نمیده که این قضیه به اینجا ختم بشه که جمهوری اسلامی بتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما در یک امور دیگری که جمهوری اسلامی در واقع نمیتونه به آسانی کوتاه بیاد، یکی مسئله فلسطینه، یکی مسئله کمک های ایران به تروریست ها. در این زمینه گفته های بسیار داریم. بینندگان عزیز با ما باشید، بعد از چند پیام در خدمتتون خواهم بود و این بحث رو ادامه میدیم، با ما باشید. بله دوستان عزیز، هما احسان هستم در خدمت شما و داشتم میگفتم که مسائل مهمی که در این مذاکرات و معاملات گیره برای جمهوری اسلامی و قبولش مشکله، عبارت است از یکی عدم مداخله در امور فلسطین و اسرائیل، به رسمیت شناختن اسرائیل، و عرض کنم که عدم کمک به گروه های تروریستی. این هم در اختیار جناب رهبر و جناب رهبر میدونه که این حرف رو به سادگی نمیتونه بزنه، این شرایط رو نمیتونه قبول کنه. میدونه که وقتی این شرایط رو قبول کرد بعد از این مذاکرات همه اینها منتشر خواهد شد و روزگارش رو همون تروریست‌ها سیاه خواهند کرد. اخیراً این آقای علی شمخانی، که یکی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بود در سپاه در جنگ ایران و عراق و بعد هم در کابینه آقای محمد خاتمی وزیر دفاع بود، بعد در زمان احمدی‌نژاد شد نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی. ببینید که چه شخصیتی، یعنی خیلی سرش میشه. حالا از ماجراهای خودشون در این جریانات جنگ و همه اینا بوده، بسیار میدانه. این اخیراً در ماه سپتامبر یه سفری کرد به بیروت و به پایتخت لبنان و در اونجا اینو عنوان کرد که ما یک بسته هدیه میخواییم بدیم به لبنان که شامل تسلیحات مختلف باشه. خب لبنانی ها گفتن دست شما درد نکنه، ولی وقتی که وزیر دفاع لبنان به ایران رفت
و با خامنه ای گفتگوهای محرمانه داشت، گفت ما را به خیر، شما را به سلامت، ما هدیه شما را نمیخواییم و علاقه نداریم به این که این بسته هدیه را قبول کنیم. غیرت ها یادتون باشه که در این ماجرا این آمریکاست که تامین کننده تسلیحات مهم و اصلی برای لبنانه. حالا جمهوری اسلامی هم میخواست یه نخودی به این آش بیاندازه و گفتن نه، نمیخواییم بیاندازی. بعد شمخانی رفت به عراق و در اونجا با آیت الله سیستانی ملاقات کرد و در این ملاقات بود که آیت الله سیستانی اعلام کرد که با برکناری آقای نوری المالکی از نخست وزیری عراق موافقه و گفت این کارش تموم شده دیگه، این مهره سوخته است و باید بره. و دیدیم که خب نوری المالکی هم رفت و به جاش کی اومد؟ به جاش شخصیتی اومد که ساخته و پرداخته و مورد علاقه و حمایت آمریکاست، آقای حیدر العبادی. آقای حیدر العبادی بعد رفت مذاکره کرد، با خامنه‌ای هم دیدار کرد و گفت که بسیار خوب، ما در عراق اون همه سختگیری هایی که مالکی میکرد برای اینکه عرض کنم که به سنی ها فشار بیاره و همه یک بسیار حکومت شیعه درست کرده بود رو ما نمی کنیم. یادتون باشه اینجا هم تا این حد هم خامنه‌ای چکار کرد؟ کوتاه آمد و آقای العبادی رو که نامزد مورد علاقه آمریکایی ها بود پسندید و قبول کرد و زیر سیبیلی رفت کرد و رفت. بعد همین آقای شمخانی رفت و در سوریه با این آقای چی میگن اسمش قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه قدس، سپاه پاسداران در سوریه و در سوریه در واقع فعالیت میکنه، با اون رفت و صحبت کرد و گفت که میخواست که در منطقه استحفاظی او دخالت بکنه، که خب یه مقداری آقای قاسم سلیمانی کوتاه اومد. این شخصیت یعنی علی شمخانی یه چیز شده، یه وسیله شده، یک مهره شده، دوربان میانجی ازش استفاده میکنن اینجا و اونجا و تا حالا نقشایی که بازی کرده خوب بوده، یعنی به سود غرب و به سود آمریکا و به سود این پنج کشور مورد مذاکره بوده و نظریات اونها جا انداخته. حالا میگویند که وقتیه که دوباره دست به دامن که نداره آقای شمخانی، دست به گوشه کتش بشن و بگن که برو پیش آقای رهبر و این رهبر راضی کن که کوتاه بیاد و در واقع یک رابطی باشه، یک واسطه‌ای باشه بین رهبر و حسن روحانی که آجون این کنگره آمریکا تغییر پیدا کرده، این جمهوری خواه ها بابا میونه خوبی ندارن، اینا نخواهند گذاشت که چیزی بیشتر از این چیزی که ما تا حالا به دست آوردیم به دست بیاریم و به جنبیم و کوتاه بیاییم، تحریم های شدیدتری بر ما لازم خواهد شد که ما مجبوریم که اون طرح شماره بد دولت رو بپذیریم، یعنی بودجه در شرایط بد رو که دیگه تحریم است و غیر و ساله. یک
عملیات این چنانی در داخل کشور از یک سو داره میشه و در خارج کشور از سوی دیگر، که آقای خامنه از این خر شیطون بیاد پایین. اما اگر باهوش هم این حضرات و اگه بخواد یه راهی براش پیدا میکنن یا راه مفردی پیدا میکنن که در واقع آبروی آقا و غذا صفت نره و در هر حال ولی فرق هم به منویاتش برسه. ولی جالب این است که نشریات جهانی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست و اینا از علی شمخانی به عنوان یک راه حل برای رفع مشکلات موجود بین روحانی و خامنه‌ای یاد کردن. حالا ببینیم اگر که این مشکلات حل نشه واقعا چه خواهد شد. البته به تفصیل به خدمتتون عرض کردم هفته گذشته با ذکر آمار و ارقام که واقعا اوضاع ایران خیلی بد خواهد شد، به دلیل اینکه در اون سالهای برو نفت بفروش و نفت 104 دلار هر بشکه ای رو بفروش و بعضی دیگه بخورهای میلیارد دلاری، یعنی دزدی های میلیارد دلاری هر روز داره بیرون میاد که احمدی نژاد چه کارها کرده دیگه. امروز صنایع وزیر صنعتشون گفت که این آقای احمدی نژاد به آدم ها پول داده، ارز داده، ارز دولتی داده، گفته بریم مثلا فلان کالا رو وارد کنیم، فلان لوازم یدکی رو وارد کنیم، فلان مواد غذایی رو وارد کنیم. اینا پول رو گرفتن و این ارز رو رفتن تو دولت، تو مقدارش رو تو بازار داخلی ایران به قیمت بیشتر فروختن، ارز دولتی گرفتن، که دلار و یورو و اینا به قیمت دولتی گرفتن، به قیمت آزاد فروختن و بعد هم پولا رو بردن خارج که جنس وارد کنن. اما کسی جنسی ندیده، جنس وارد نشده، میلیارد ها دلار اینجوری تقریبا روشن نیست. و حالا این دولت روحانی بیچاره نمیدونه چه خاکی به سرش برسه، هی اینا رو زیدودو میکنه و اینا شبکه میدونی میبره به مجلس. خب تو مجلس اینا هنوز احمدی نژاد دست داره و از اون بیشتر رهبر دست داره، قدرت کار روحانی خیلی کمه، میبره قوه قضاییه که واویلا اینقدر مسائل میاره اون هی پرونده رو پرونده و امروز برو فردا بیا که زمان میگذره. اصلا این میلیاردها دلار، اصلا یک میلیارد و دو میلیارد نه، 30 میلیارد اینجا، 20 میلیارد اینجا، 10 میلیارد اینجا، آدم تعجب میکنه. اگر این آقای روحانی بتونه فقط این پولا رو هم جمع کنه این بحران رو سر میگذاره، ولی نمیتونه. اون بابت زنجانی و عواملش اصلا یکی و دوتا و ستا و چهارتا نیستن، یعنی کشور توهیست. یعنی متاسفانه ایران امروز از لحاظ اقتصادی یه فاساد، یه چیزی که مثل کاغذیه که توش خالیه و اگر اینها به توافق نرسن به نظر من بازی رو بد جوری باختن. برای اینکه در خارج از کشور هم عوامل مختلف برای این عدم سازش و عدم توافق آماده است. بیشترینش کیه؟ بیشترین و مؤثرترینش کیه؟ اسرائیل. اسرائیل به گونه های مختلف سنگ به چاه می اندازه و همطور که از کردم در این اجلاسی که آقای بایدن صحبت می کرد لازم می بید که به اونها قول بده، قول شرف و قول 42 سال فعالیت سیاسیش که ایران برای بمب اتم نخواهد شد، ولی
این تنها چیزی نیست که اسرائیل هم میخواد. اسرائیل میخواد که در یک امنیت کامل به سر ببره و به هر بهانه کوچکی عکس‌العمل‌های شدید وسیع انجام میده. مثلا به یک روحانی و یک آدم یهودی فعال از اینها خاما تیراندازی شد توسط یه موتور سوار. بلا فاصله چکار کردن؟ آقا یه موتور سوار یه حاخام رو تیر زد. اینا رفتن مسجد الاقصا رو بستن، اونم دیگه نمیتونی بیاریم اینجا. بعد هم گفتن اصلا این تاریخ نشون میده که این مال ماست، اینجا قرار بوده معبد ما باشه، شما ها به خود میگید. و یا اینکه مثلا این ساخت سازهایی که در اراضی مورد اختلاف با فلسطینی ها میکنن، این اراضی تکلیفش روشن این تنوز اراضی اشغالی تلقی میشه و مورد مذاکره است که آیا این بخشی از اسرائیل باشه یا نباشه، کاری به این کارا نداره. دولت اسرائیل گفته به این خونه بسازید، خونه ساخته هزار تا خونه ساخته، گفته به این یهودی ها بریم بشینین توش خیالتون راحت باشه. البته این کارهایی نیستش که جهان به طور کلی جهان غرب تایید کنه. یه نتانیاهو آدم محبوبی نیست، ولی اون به این کارا کار نداره، به محبوبیت این کارا هم کار نداره، میگه من کار خودم میکنم. یه نتانیاهو این دولت بار دومه که خسرت گیره و یک ملیگرای متعصب و یه یهودی متعصب و مرغش هم یه پا داره. اگه بلش کنم به حال خودش بگذارم که فورا ایران رو با خاک یکسان میکنه، یه همچین آدمی. اخیرا دولت سوئد یک حرکت خیلی بی سابقه انجام داد و آن این است که آمد و فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل شناسایی کرد. کشوری که هنوز تشکیل نشده، هنوز تکلیفش معلوم نیست، هنوز یه منطقه خود مختار تلقی میشه، به رسمیت شناخت و اعلام کرد که ما برای فلسطین سفیر میفرستیم و فلسطین سفیر تحویل میگیریم. در پارلمان انگلستان هم یک جستی انجام شد، جست سیاسی بود ولی معنی داشت. بالاخره جست سیاسی یعنی تمام اعضای پارلمان انگلیس رأی دادن که فلسطین رو به رسمیت میشناسن، که البته رأی پارلمان انگلیس ببخشید بدون تایید آقای کامرون نخست وزیر این کشور بی‌ارزشه، ولی از لحاظ نمادین یه معنای بسیاری داره. بنابراین این اسرائیل کار خودشو داره پیش میبره و در این اورشلیم که قرار پایتخت مشترک باشه رفتی گرفته تاییدش هم صرف نشسته و همین به بهانه های کوچک اقدامات بزرگش رو انجام میده. حالا در قضیه ایران هم باز این اسرائیلی که در به در به همه جا سر میزنه و در میزنه و میره و میشینه و حرف میزنه و میگه که اینها اگر یک توافق نامناسب، توافق بدی با جمهوری اسلامی انجام بدید، هم بهتره که توافق نکنید چون اینا مزدرن. خب راست میگه، میگه اینا اهل تغییر. خب راست میگه، میگه شما هر چی الان از اینا بگیرید و هر قول و قراری و هر چیزی رو ازشون امضا بگیرین، این بگین که این قرارداد و توافق رو بین هم تبادل کردیم، امضا کردیم، اینا میگن و
ولی کار خودشونو میکنن. این هم راست میگه. اما جهان غرب هم این رو فهمیده و به دولت ایران هیچ گونه اعتمادی نداره و این است که نه تنها میخواد که ضمانت بگیره، قرارداد بنویسه، مهر بزنن، امضا کنن، همه این کارا رو که بکنن، بلکه ناظران خودشون رو هم داشته باشن در اوضاع احوال ایران که مبادا تخفی کنن از این مفاد قرارداد. با همه این اوضاع احوالی که عرض کردم و همه تلاشی که حداقل میبینم که جان کری داره میکنه، واقعا به هر دری میزنه و چقدر صبورانه با اینا میشینه و حرف میزنه و چندین ساعت، کار آسون نیست. خدا رو شکر ما وزیر امور خارجه امریکا نیستیم، عجب کارهایی این کارا، ساعتها بشین توی اتاق و با اینا چکوچونه بزن و اینها و به جایی نرسه، باز صبورانه باز رفته باز نشسته باز این کارها رو کرده. ولی با وجود این به نظر میاد که 24 نوامبر روز خوبی باشه. با ما باشی دوستان عزیز، برمیگردم خدمتتون و مطالب دیگری دارم که معروض میدارم. بله دوستان عزیز، در خدمتتون هستم. در این هفته راستش من به کشور تونس قبطه خوردم، حسودیم شد و دیدم که این کشور وارد داستان و زندگی دموکراتیک شد و یک حزب سکولار، یک حزبی که معتقد است که مذهب یک امر خصوصی است و مذهبیون باید کارشون رو در مساجد و معابد خودشون انجام بدن و کاری با سیاست نداشته باشن و قوانین مرتبط با مردم باید قوانینی باشه که در یک پارلمانی از مجمعی از منتخبین مردم بیان بشینن بگن چه قوانین و مقرراتی رو باید داشته باشن یا نداشته باشن و نه اینکه پیرو قوانین و مقررات یک کتاب 2400 ساله باشن که حالا از طرف خدا اومده، از طرف زمین اومده، از طرف هر جا اومده، به هر حال نمیتونه پاسخگوی نیازهای جامعه و مردم امروز باشه. این حزب سکولار که اسمش هم اتفاقا خیلی جالب اسمشون هست، حزب ندا. این حزب ندا با کسب 85% کرسی های پارلمان تونس، 85 کرسی از 217 کرسی، به اکثریت نسبی رسید و حزب دیگری که المحزب نام داره با 69 کرسی مقام دوم رو به دست آورد و خبرگزاری ها نوشتن که این آخرین گامی است که ملت تونس برای رسیدن به دموکراسی برداشتند. این نهضت، این روند، این جریان از سوزاندن یک نفر آدمی که خودشو به عنوان اعتراض سوزاند آغاز شد و پس از اون مردم در پی او برخواستند و یک حکومت 30 ساله و یه آقای زین العابدین خان علی اگر اشتباه نکنم که ایشون رو که در 30 سال حکومت میکرد بر تونس، عرض کنم که در سال 2011 بیرونش کردن، درسته دارن عربستان سعودی گفتن برو اونجا خوش باش و دیگه از این حکومت ها بر ما نیاد و وارد دموکراسی شدن. عرض میکنم که وارد دموکراسی شدن و نمیگم که خب به دموکراسی رسیدن،
چون دموکراسی یک پدیده نیست، یک پروداکت، یک تولید نیست، یک چیزی نیست که آدم بتونه از بازار بخره، از جیبش در بیاره، از یک کشور دیگه وارد کنه. اینا هیچ کدومش نیست، بلکه یک جریان پی در پی است که از یک نقطه شروع میشه و هیچ وقت به پایان نمیرسه. شروعش از اونجاییه که مردم یک مملکت، یک جامعه حس میکنن که اون چی که بر اونها روا میشود حقشون نیست، شایسته اون نیستن و باید از این مخمصه رها بشن. این اولین چیزیه که لازم داره یک ملت به این درک واقعی برسه که مسئله من، بفهمه که مسئله من با وجود یه ذره ظرفم بیرون باشه یا یه ذره طاقتم رو اینجا بذارم یا یه ذره یقه لباسم رو باز کنم یا یه ذره شلوار تنگتر بپوشم، اینا مسئله من نیست. مسئله من حتی اینکه امروز چقدر پول میگیرم، فردا چقدر خرج میکنم نیست، بلکه یک مسائل اساسی است که در واقع حرمت انسانی، شرف انسانی، اعتبار انسانی، حق انسانی ملحوظ شده باشد. این اولین جرقه است که برای وارد شدن به سفر طولانی دموکراسی لازمه، که در تونس اتفاق افتاد. وقتی که آن جوان کنش رو سوزان، مردم رو متذکر کرد که چه چیزهایی ندارن و چه چیزهایی باید داشته باشن. این اتفاقاتی که در مملکت ما میفته، همین مسئله اسید پاشی که تازه امروز امروز خانم شهین مولاوردی، خانم چیز مسئول امور زنان در کابینه آقای روحانی، مثلا وزیر زنانه، ایشون فرمودن که بله در اصفهان تحقیقات انجام شد، معلوم شد که این کار توانی نبوده، معلوم شد که کار سازمان یافته نبوده، یک شخص بوده، یک شخص جانی و هنوزم دستگیر نشده این شخص جانی، حالا اب نداره ولی دست انشالله دستگیر خواهد شد. این مدافع حقوق زنان مملکت ماست. یعنی میبینیم که چیزی که وجود نداره شرافت و حیثیت و اعتبار انسانی است. حالا از اینجا بگیرین و برین بسیار مطالب و مثالهای مختلف که در این مختصر و می گنجه در مملکت ما وجود داره، که در واقع هر کدومش برای جرقهی، برای وارد شدن این ملت به جریان دموکراسی کافیه. یعنی مثل اینکه یه فندکی که میزنین گاز رو روشن میکنین، این فندک است که این گاز رو روشن میکنه. هزاران هزار نمونه از این قبیل تو مملکت ما وجود داره، ولی مردم نمیدونن چه به سرشون آمده که هنوز با هر چقدر این فندک رو میزنی اینا آتش نمیگیرن، اینا بر نمیخیزن، اینا خستن، پدرشون رو در آورده این حکومت، از اون طرف جنگ، از اون ور قحطی، از اون ور بیکاری، از اون ور، یعنی چنان مستعصرشون کرده که به چیزی که فکر میکنم میگم اونم شأن و مقام و حقوق انسانیه. ولی از کردم که من واقعا ربطه خودم به کشور تونس، برای اینکه اونها با یک جرقه برخواستن و یه حکومت 30 ساله رو سرنگون کردن و دیدیم که تو این جامعه کوچک تونس
چه روشنفکرانی پیدا شدن که واقعا روشنفکرن و چه احزابی تشکیل دادن، همین حزب ندایی که تشکیل دادن، این در تونس اصلا بی‌سابقه است. یک حزبی که معتقد به مسائل مذهبی نباشه و سکولار باشه و فعالیت سیاسی بکنه و انقدر فعالیت بکنه آزاد تا برنده بشه در پارلمان و بعد تازه به اون حزب بازنده بگه بفرمایید با هم کار کنیم، ما باید با هم این جریان رو به سامان برسونیم. این واقعا حق داره که آدم به شرطه بخواد. حالا ولی آیا با این انتخابات تونس به دموکراسی رسید؟ البته که نه. برای اینکه انتخابات آزاد تازه قدم اولی است که آدم‌های یک مملکت یا یک جامعه برمی‌دارن برای اینکه وارد جریان دموکراسی بشن و در یک جریان و در یک جامعه دموکراتیک اینجور است که همه مردم همواره در امور مملکتشون، امور جاریشون شرکت میکنن، حضور دارن. حالا این حرف یعنی چه؟ یعنی مثلا همه مردم میرن خبرنگاری میکنن؟ نه. همه مردم میرن وزیرن؟ نه. مردم شاخه به شاخه دنبال مشاغل مختلف خودشون هستن، ولی با همه اون گرفتاری‌های مربوط به شغل و حرفه‌شون و مسئولیت‌های مربوط به شغل و حرفه، ذهنشون و چشمشون و گوششون باز و روشن به مسائلی که در مملکت و پیرامون اونها می‌گذره. بنابراین کسی نمیتونه اونها رو زود فریب بده یا نمیتونه غافلگیرشون بکنه یا نمیتونه میلیاردها دلارشون رو از این بر اون بر بکنه، میلیاردها دلار بگیره که بره جنس بیاره نیاره، میلیاردها دلار بگیره ببره که میخواد بذاره توی بانکی به همین کثافت کاری هایی که در ایران میکنن، همچین اتفاقی نمیفته. چرا؟ برای اینکه این جامعه یاد گرفته که افراد رو بر سر کارها بگذاره به انتخاب خودش. این چیزی که در کشور ما نیست. شما میدونید نماینده مجلس و انتخابات مجلس چه امر مسخره‌ایه و اینها چه عروسک‌های بی مزه بی لوسی هم هستن که اصلا هر روز بهشون هر چی بگن باید بگن چشم. انتخابات پارلمانی ایران انتخاباتی نیست، انتخابات ریاست جمهوری انتخاباتی نیست، انتخابات نمیدونم شوراهای شهر و شهرستان انتخابات، همه اینا انتصابات از جانب یک گروه. این نوع حکومتی که در ایران هست بهش میگن حکومت علی گاخشی. اینا یک گروه هم مسلک و هم مذهب هستن که افتادن به جون این ملت مثل اختاپوس و همه عوامل خودشون هم همه جا حضور دارن و هیچ جا حضور مردمی نیست. این خیلی حکایت جالب توجهیه. حضور مردم در امور خودشون صفره. یعنی وقتی میگم صفره یعنی بس کنی شما بچه‌تون میره مدرسه، بچه که میره مدرسه در یه حکومت دموکراتیک خب معلم مدرسه باید بهش درس بده، خب درسشو میده. یه سیستمی هست تو مدرسه، شما میسپارید این بچه رو به دست اون سیستم. اما اینجور نیست که بچه رو بسپارید برین، خودتون هستین اونجا به عنوان نمیدونم انجمن خانه و مدرسه حضور دارین، گزارش میدین، گزارش میخوان، دائم میدونین که این معلم چی گفته، چرا اینو گفته، عارضش میشین، معترضش میشین، مشابهش میشین. ما نه، ما در مملکتمون در واقع خودمون و بچه‌هامون همه رو دادیم به این سیستم
که ببرن کارشون میخواد بکنه و انشالله به موقع شهید بشدن میان به اون تبریک میگن. در سیستم دموکراتیک افراد یک جامعه به طور زنجیره‌ای با هم کار میکنن و در امور هم دخالت میکنن، نظارت میکنن، همه چیزو حق دارن بفهمن، اگه نفهمن حق دارن توضیح بخواد. در این صورت است که دیگه نمیشه اون ملت رو نه چاپید، نه فریب داد، نه به این روزگاری نشاند که ملت ایران رو نشاندن. بالاخره تونست به این درجه از بلوغ اجتماعی و سیاسی رسید که وارد جریه دموکراسی بشه و امیدواریم که همچنان بتونه در این جریه باقی بمونه، برای اینکه 1001 خمرچم داره و این گوهر دموکراسی رو باید دائم نگهش داشت. این یه گیاه تازه رویده گل داده، باید دائم مواظبش بود، آبش داد، دونش داد، آفتابش داد، سایه‌اش داد و تموم شدنی نیست. شما یک لحظه از این نهالی که کاشتین به عنوان دموکراسی اگر غافل بشین، یه استبداد میاد جاشو میگیره، یه استبداد یه جوری، حالا یا مذهبی یا ایدئولوژیکه یا هیچ کدوم اینا نیست، یه استبداد عجیب غریب دیگه یه و خلاصه، یعنی که کار از دست مردم در میره. برای یه کار از دست مردم در نره، اول باید بپذیریم که ما باید این حکومت رو سکولار کنیم. همین حزب ندای که در تونس موفق شده و سکولاره، اینو باید بفهمیم، بریم نگاش کنیم، ببینیم چجوری کار کردن، یاد بگیریم ازشون. ما هم یه حزب ندا در ایران میخواییم که بگوید که مذهب توی مسجد، توی کلیسا و کلیسا، توی قانون و توی مجلس قانونگذاری نه، رهبر مذهبی نمیخواییم، رهبر اصلا نمیخواییم، ما منتخب، ما نوکر میخواییم، ما کارگزار میخواییم، ما میخواییم یک کسی رو انتخاب کنیم که برامون این کار بکنه، از اینجا تا اینجا یک کار بکنه، از اینم حق نداره تجاوز کنه، یکی دیگر رو انتخاب میکنیم ولی که یه قسمت دیگر رو انجام بده. این میشه یک جامعه دموکراتیک که مردم درش حضور دارن و میتونن که به آمال و آرزوهای خودشون برسن و از همه مهمتر در این جامعه شأن و مقام انسانی مطرحه و افراد فرد انسانی هستن، عرض کنم اقدام الله نیستن، دوستان نیستن. تو این کتاب های آقای ملاها بخونی میگوید که مردم در حد اقنام هستن و البته که شعور تشخیص ندارن، تو کتاباشون نوشته البته که شعور تشخیص ندارن و البته بایستی مواظبشون بود و رهبریشون کرد. این یعنی اهانت مطلق به انسان، به تفکر انسان، به ذکاوت انسان، به حیثیت انسان. و خدا کنه که یه روزی ما دست خلاصه تونسی ها زیر سر ما هم بره، بلکه ما هم به این درجه از آگاهی برسیم که باید سکولار بشیم و دموکراتیک. به امید اون روز با شما بزرگ میگم روز روزگار خوبی داشته باشیم تا هفته آینده بزرگ.